الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا اله الا الله، الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین قال و ایجاب المشقت فی شکر نعمت قبیحون اقول ذهب ابو القاسم البلخی سخن در این بود که در مقابل فعل واجب و ند و کارهای مستحسن ثواب داریم و در مقابل کارهای بد و قبائح و گناهان و معاصی عقاب داریم حالا یه نفری اومده مخالفت کرده گفته نه خیر و عقاب که شما میگید امر لازمی نیست میگیم خب این همه تکلیف و زحمت رو خدا به دوش ما گذاشته ثواب و اقاب نداشته باشه اشکال نداره میگه نه چه اشکالی داره میگیم پس این زحمت ها برای چیه میگه اینا به جهت شکر نعمت های خداست مرحوم خاجه میفرمن نه اینها نمیتونه شکر نعمت خدا باشه شکر یک صفاتی داره و تکلیف و ثواب و عقاب امر دیگه ایه ذهب ابو القاسم البلخي الى ان هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمه ابو القاسم البلخي گفته این تکالیفی که بر ما واجب شده اینها به جهت شکر نعمت های خدا واجب شده فلا تستلزم وجوب الثواب دیگه دو مرتبه لازم نیست که خدا به ما ثوابی بده ولا یستحق به فعل ها نفعان و لازم نیست که با فعل اینها ها به نفعی برسیم بلکه نفعشو قبلا بردیم از نعمتها استفاده کردیم الان داریم شکرشو به جا میاریم میگه خب پس ثواب رو چی میگه؟ و انما الثواب و تفضل من الله تعالی گفته ثواب تفضل خدا همینجوری میده ما در مقابل تکالیفی که انجام دادیم استحقاقی برای ثواب نداریم ولی خدا تفضلا ثواب را میده و ذهب جماعت من العدلیه الى خلاف هذا القول گروه دیگری از عدلیه یعنی غیر اشاعره اینها گفتن خیر کسی که تکلیف الهی را همون جوری که خدا گفته انجام میده این مستحق ثوابه البته این که ما هر کار بکنیم حق خدا رو به جا نمیاریم افعال ما اونقدر نقاعص داره که ارزش نداره بیایم پیش خدا بخوایم خدمت شما عرض شود که این به روح خدا بکشیم یا اینی که اونقدر خدا به ما نعمت داده که ما در مقابل نعمت های خدا کاری انجام ندادیم اینا از خودش ولی خلاصه سخن در اینه که اگر نظر به ذات مسئله یک شخصی کسی رو تکلیف به امری بکنه امر به خوبی بکنه و یک واجبی رو به عودش بذاره خب باید چه هم بده حالا در مقام عمل ما کوچکتر از این حرف هستیم و اعمال ناقصه اون بحث دیگه ایه و احتج المصنف رحمه الله علیه ابطالهی مرحوم مصنف این مطلب رو ابطال کردن به انو یقبه عند العقلا ان یون عمل انسان علیه غیرهی سنمه یکلفه و یوجب علیه شکره فرمودن که این خیلی در نزد عقلا قبیحه که کسی نعمتی به دیگری بده بره یه نفر رو بیاره مثلا فرض کنید که توی کوچه یتیمی پیدا کرده بعد بیاره این یتیم رو سرپرستی کنه وارسی کنه احسان کنه بعدم بگه خب حالا شما به ازای این کارهای خوبی که من انجام دادم به خاطر احسانهای من پاشید باقچه هامو بیل بزنید و پاشید خونه رو جاروب بزنید خب میگن این کار قبیحیه شما اگه میخوای نعمت به کسی بدی سر جای خودش میخوای با کسی داد و ستت داشته باشی سر جای خودش اینا رو با هم مخلوط نکن بعد تکلیفش کنه و شکرش رو بگه به جا بیارید من چون به شما احسان کردم بگید دست درد نکنه بگید خیلی ممنون میگه تو اگه این کار رو کردی خب دیگه احسانت به جای خودش ولی اینکه منو تکلیف میکنی بگم دست درد نکنه این معنایی نداره بله من خودم البته عقلم میگه بهت بگم دست درد نکنه ولی اینکه تو منو تکلیف میکنی این قبیح دیگه بله جوجه به علیه شکره و مدحته و علا تلک النعمه شکر و مدح خودش را چه بر این افراد واجب کنه در مقابل نعمت هایی که بهشون داده من غیر ای سال ثواب الی در مقابل زحمت هایی که کشیده چه پول بهشون نده یتیم رو آورده تو خونش سرپرستی کرده بعد بگی برید باغچه ها رو درست کنید بعدم بگن خب حالا شما اون کار رو انجام دادید دستتون هم درد نکنه البته ولی خب ما باغچه هاتون رو جابجا جا کردیم برجت عقلا شما باید چه مزدش رو بدید بگه نه من مزد نمیدم چون به شما قبلا نعمت دادم میگن خب این که قبیح شد دیگه این کار قبیحیه هر چیزی به جای خودش و یعدون ذالک نقصا فی المنعم و ینسبون و الی الریا میگن چیه این نقص در منعمه که بیاد از پیش خود به کسی نعمتی بده بعد بخواد باهاشون حساب کتابم بکنه و میگن تو پس برای خدمت شما که فضیلت و انسانیت و نمیدونم خدا و اینا انجام ندادی حالا بحث اون فضیلت و انسانیتش باز توضیحاتی داره و این الی ریا تو داری برای چیه در واقع هوای نفس خودت به ما احسان کردی و سفره انداختی و سرپرستی کردی و ذالک قبیح لا یستر من الحکیم و این کار قبیحیه خدا این کار را انجام نمیده فوجب القول به استحقاق ثواب پس باید بگیم که در مقابل عملی که به دوشت میگذارن تو مستحق ثوابی نعمت هایی هم دادن خوب دستشون درد نکنه اون با این ربطی نداره قال و العقل بهی مع الجهل و به جهت این که عقل به این مطلب حکم میکنه در صورت جهل یعنی چی؟ یعنی باز این آقای بلخی چه؟ یه حرفی گفته بود ما میخوایم دلیل دومی بر ابطالش بیاریم اقول هذا دلیل ثان علی ابطال قول بلخی بلخی می میگفت که این تکالیف شکر نعمت های خداست ما یه دلیل آوردیم باطل کردیم گفتیم خیر عقلا نمیشه کسی خوبی کنه بعد بگه مزدشو بدین دلیل دومی داریم دلیل دوم اینه که و تقریر ان العقلاء به اسرهم یجزمون به وجوب شکر المنعم عقلا همگی با همچین جزم دارن که شکر منعم واجبه اگه کسی اومد به شما خوبی کرد بچه رو سرپرستی کرد تیم رو سرپرستی کرد باید بگن دست در نکنه واقعا آه... کار خوبی انجام دادیم و اذا کان وجوب و شکر معلوما بالعقل وقتی که این آقا دست نکنه خیلی ممنون تشکر و عقلا واجب بود و لازم بود و شناخته میشد مع ان العقل لا يدرك التكاليف اما این که خب پاشو برو باغچه‌امونو جا به جا کن خب پاشو نماز بخون پاشو روزه بگیر اینها که دیگه عقلا فهمیده نمیشه تکالیف اموری است که با عقل فهمیده نمیشه و شکر منعم با عقل فهمیده میشد پس معلوم میشه این تکالیف و ثواب ها چیه باید سر جای خودشون باشن و تکالیف شکر اون نعمت نیست و الا اینا هم با عقل فهمیده میشد و جبل قول به کونه ها لیست شکرن پس باید بگیم این تکالیف شکر نیست و الا با عقل فهمیده میشد که باید پاشون نماز بخونیم مثلا به ازای نعمتی خدا به ما داده قَالَ ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل آبل إخلال به شاقا لا رفع الندم على فعله وَلَا تفاء النفع العاجل اذا فعل للواجه يعني اذا فعل للواجه دار استحقاق ثواب چیه شرط میشه که این یه کار سختی باشه نگن مردم برید تفریح کنید تا ثواب بهتون بدیم به تفریح کنید تا ثواب بدیم چیه برید بخوابید تا ثواب بدیم بله و شرط نیست که بعدش هم پشیمون نشه ولو بعدش پشیمون بشه این ثواب خودشو چیه طلب کاره و همچنین نفع عاجل نباید داشته باشه میگن نه ممکنه شما اون تفریق که انجام میدی تکلیفی که انجام میدی نفع عاجل هم داشته باشه مثل نماز نماز که میخونیم کلی فواید در همین دنیا برامون داره روزه که میگیریم کلی منافعی در همین دنیا برامون داره خب ثواب آخرت هم سر خودش باقیه البته به شرط که گفتیم به خاطر چیه به خاطر اینکه خدا واجب کرده انجام بده اقول و یشترتو فستحقاق از ثواب کون الفعل المکلف به الواجب او المندوب شاقا و کون الاخلال بالقبیحه شاقا میگن که شرط است در این که کسی استحقاق ثواب پیدا کنه این که اون فکر فعلی که به اون تکلیف شده است چه واجب باشه چه مندوب باشه شاق باشه مثلا بگن شما اگر در روز گرم ماه رمضان تشنگی کشیدی و شربت نخوردی ثواب میدیم نه اینکه بگن اگر در میان روز ماه رمضان رفتی بهترین شربت های گوارای خونک رو خوردی خیلی به ثواب میدیم این که چیه؟ مشقتی درش نیست که بخوان چه ثواب بدن و همچنین کول اخلال بالقبیح شاقن وقتی که میگن آقا تو شراب خوردن رو ترک کنه انجام نده و برش مشقت داره, داره دیگه این دوست داره یک هوای نفسی رو انجام بده در این صورتی که این مستقیقاب میشه ادل المقتضی لاستحقاق ثواب هو المشقه فاذا فا انتفت انتفى المقتضي للاستحقاق زیرا مقتضی استحقاق ثواب اون رنج و زحمتی که شما به جای می آوریم وقتی که اونها چیه منتفی شد استحقاق ثوابی دیگه در کار نیست ولا یشترط رفع الندم علی فعل الطاعه و این که یه عده گفتن به شرط اینکه بعد پشیمون نشه مثلا فرد کن یه نفر آمد باقچه های شما رو چیه وارسی کرد و درست کرد و آبیاری کرد و درخت شما رو کاشت بعدش هم شب که شد میگه چه کار غلطی کردیم کاش این کار رو نکرده بودیم میرفتیم بخوابیدیم پشیمون شده خب این ثوابش رو باید بدی مردش رو باید بدی عجیز تر خودش باقیه نمیشه بگیم نخه تو در صورتی مستحق هستی که پشیمانت کارت نشده باشی میگه نه چی پشیمون بشه چی نشه مستحق ثواب هست و شرط نیست رفع ندامت و پشیمانی در فعل طاعت فا این طاعت سبب لاستحقاق ثواب همینی که اومده نماز را انجام داده یا اینی که اومده خونه شما رو جاروب زده این دیگه چه مرتق ثواب هست ولو بعدش پشیمون بشه و قد وجدت منفکت عنه لانه في حال الفعل يَسْتَحِيلُ ان يكون نادما عليه و این فعل و اون ندامت اینا جدا از هم دیگه حاصل شده فعل رو انجام داد جداگانه ثوابش میخواد ندامت حاصل شده جداگانه حالا اون باید چیه ببینیم چی مناسبت با اون ندامت داره نه اینکه سوابه رو ندیم مزده رو ندیم به خاطر ندامتش زیرا اون در حال فعل یستحیل ان یکونه نادمن علی وقتی که داره فعل انجام میده که پشیمان از فعل نیست و ترکش میکنه در حال انجام دادن فعل نادم و پشیمان از انجام دادن نیست بلکه بعد پشیمان میشه نعم نفی و ندم شرطون فی بقا استحقاق ثواب بله البته این که بعدا نباید پشیمان شود شرط است در بقای استحقاق ثواب نه اینکه که اول استحقاق ثواب پیدا نمیکنه. و کذا لا یشترت فی عدم و نفع العاجل بله این باید چه پشیمان نشه چون اگه پشیمان شد چیه استقاق ثوابش دیگه باقی نمیمونه حالا اینکه باقی نمیمونه اونم باید بحث داره عرض کردیم اگر یه نفر بیاد و برای شما کاری انجام بده بعد پشیمونم بشه اصلا باید مزدش بدی نه اینکه دیگه بقای مزدی از بین میرود نه خیر مزدی رو که ندادی باید بهش بدی اما اگر در خدا مثلا کسی اومده چه نماز خونده بعد پشیمان شده نمیشه بگیم چون که پشیمان شده پس ثواب نداره نه اینکه پشیمان شده در واقع ایمانش از بین میره کسی که بگه من پشیمانم به حرف خدا کردم خب این در واقع ایمان از بین رفته چون ایمان مؤمن یعنی این که همیشه من به حرف خدا باید انجام بدم همین که گفت حرف خدا رو من پشیمانم انجام دادن ایمانش از بین رفته وقتی ایمان از بین رفت خود به خود چه ثوابی دیگه برای کافر باقی نمیمونه و کذا لا یشترط فی الثواب عدم النفع العاجل مسئله سوم اینه که کسی حق نداره بگه که ثواب در زمانی که دیگه نفعش رو همون لحظه نبرده باشی نه خیر در همون لحظه هم برده باشه باید ثوابش رو بدی حالا یه نفر اومده باغ شما را بیل زده کلنگ زده آبیاری کرده در این وسط از اون آب و هم استفاده کرده منافع برای خودش داشته خب خود داشته باشه نمیشه بگی چون که شما از آب و هوای باقی ما استفاده کردی دیگه مودتو نمیدیم و اینکه شرط نیست در ثواب عدم نفع عاجل اذا اوقعه المکلف لوجه الوجوب او للوجوب او لوجه ند او لند اگر کسی نماز را برای خدا خوانده و اگر روزه رو برای خدا گرفته و اگر صدقه و زکات و خمس رو برای خدا داده و اگر حج رو برای خدا رفته و اگر حج رو برای خدا رفته و اینا رو همه رو برای خدا انجام داده هیچ مشکلی نیست و باید چیه ما ثوابش رو بدیم ولو این که روزه و نماز و حج و اینها در دنیا هم منافعی براش داشته باشه المساله السادسه فی صفات الثواب و العقاب مسئله ششم در صفات ثواب و عقابه تا اینجا در استحقاقش بحث کردیم و شروطش رو گفتیم حالا میگیم اصلا صفت ثواب و عقاب چی باید باشه قال و یج اقتران و ثواب به تعظیم و لعقاب بالاهانه للعلم الضروری به استحقاق ما مع فعل موجب ما میفهمند که ثواب باید چیه با تعظیم و بزرگ داشت باشه و اقاب باید چیه؟ با اهانت باشه چرا؟ چون ما علم ضروری داریم بین که کسی کار زشتی رو انجام میده نباید بگیم واقعا دست درد نکنه کار زشتی رو انجام دادی حالا سیلیت هم میزنیم اون که مسخره است دیگه دست درد نکنه واقعا تو چقدر آدمی خوبی هستی که ظلم کردی معصیت کردی ولی یه سیلید میزنیم این که خلاف عقله یا کسی که یه کار خوب انجام داده بگیم تو خیلی آدم بدی هستی اصلا خیلی هم بد کاری میکنی اصلا بدمون میاد از که کار خوب انجام میدی ولی حالا مرد تو بگیر خب این به خاطر کار خوبش بگیم خیلی بدی حالا اگه به جهت دیگه بدی اون بحث دیگه ایه ولی به خاطر نفس همون کار بگیم تو خیلی هم بدی مزدت هم بگیر اینچه مزدیه این ثواب نیست که بله چون علم ضروری داریم که این مستحق اهانت در واقع ما اون اهانت رو باید انجام بدیم اون اقابه فرع بر اهانت اون علامتی چیز بر این که داریم چه می میکنیم و همچنین اون استقاق سواب و معده. مع فعل موجبه ما اگر واقعا این کاری کرده است که موجب ثواب شده خب باید با احترامش بهش مطلب رو بدیم و اگر کاری کرده که موجب عقاب شده باید به در وقتی که میخوایم این رو عقاب بکنیم با اهانت باشه نه کل احترامش بکنیم که سیلی میخوایم بزنیم اقول ذهبت المعتزله الى ان الثواب نفع عظیم مستحق یقارن و تعظیم معتزلی ها گفتن که ثواب نفع عظیمیه که انسان استحقاقش پیدا کرده صرف تفضل نیست و مقارنه با تعظیم بزرگ داشته و العقاب ضرر عظیم مستحق یقارنه الاهانه و همچنین عقاب هم یک ضرر عظیمی است که به استحقاق پیدا میشه و مقارن با اهانت و احتجوا علی وجوب اقتران التعظیم به ثواب و اقتران الاهانه بالعقاب به نه نعلا به ضروره ان فاعل الفعل الشاق المکلف به فانه یستحق التعظیم و المادح و احتجاج کردن به این مطلب که گفتن چرا واجب است مقترن باشد و همراه باشد این ثواب با تعظیم و همچنین اقاب با اهانت باید مقارن باشه گفتن چون ما با علم ضروری میدانیم که فاعل فعل شاقی که مکلف به آنت مستحق ترزی و مدحه اگر کسی اومده سالها زحمت کشیده و رفته به مکه و نماز و روزه و نمیدونم کمک به ایتام و خمس و زکات و جهای در راه خدا خب ما میدونیم این مستحق مدحه دیگه نه که بگیم خیلی هم کارهای بدی انجام دادی ولی اینم سواباش و که من فعل فعل القبیح کسی هم که فعل قبیح انجام داده اومده دزدی کرده قارت کرده جنایت کرده به مردم ظلم کرده بعد بگیم دست درد نکنه واقعا چقدر تو شخص محترمی یه اتاره سیلی تم میزنیم اگه است فانه یستحق الاهانه و یا یستحق الاهانه هر دوش میشه که اون مکلف متق احانت استخفافه یا اینکه این امر استحقاق احانت و استخفاف رو با خودش داره قال و یجبو دوام مهم لاجتمالی علی اللطفیه و لدوام المدح و الذم و لحصول نقیده لولا میفرمایند که عقول ذهب المعتزله واجبه که سواب دائمی باشه نه اینکه بگن شما این همه در دنیا زحمت هایی کشیدید خب تا مثلا یک هفته یک ماه ده سال یک میلیارد سال برید به بهش بعدم دیگه تمام میشه اینجوری اگه باشه این سواب کلا چیه از بین میره در واقع اون ارزش خودش پیدا نمیکنه اولا که دوامش مشتمل بر لطفه و انسان وقتی بدونه که ثواب دائمی دنبال طاعت میره و الا میگه آخرش تمام میشه بدش کن و مد هم یه امر دائمیه برای همیشه کسی کار خوب انجام داده شایسته مدح پس ثواب هم باید همیشه گی باشه و همچنین زمم هم در مقابل عقاب و نقیزش حاصل میشود اگر قرار باشه که دائمی نباشه یعنی چی؟ یعنی اگه قرار باشه مردم بگن مردم دیگه البته این بهشتتون هم تا یه مدت یا بعد تموم میشه خب ناراحت میشن مردم قرار بود ثواب یک مزد و پاداش بدون رنج و علم باشه این که رنج و علم براش حاصل میشه با این حرف اقولو ذهب المعتزله تو الى ان الثواب والعقاب دائمان معتزله گفتن ثواب و عقاب دائمیه و اختلف فی العلم به دوامها هل هو عقلی او سمعیون و بحث شده که حالا دلیلش عقل یا سمع فذهبت المعتزله تو الى ان عقلیون معتزله گفتن عقل این حرف رو میگه که باید ثواب و عقاب دائمی باشه و ذهبت المرجعه تو الى ان اما مرجعه از همین اهل سنت باز گفتن که نه ما بعاغل نميفهميم فهمي سمعي السامعين به ما گفته مفت... و احتج المصنف رحمه الله على دوام ما أحد احدها مصنف عدلّي آورد از عدل جمله لي لي ان العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعه ويبعده عن المعصية وذلك ضروري معتزلی ها گفتن بله مرحوم مصنف میفرماید که علم این به این مطلب که اگر ثواب دائمی باشه و عقاب دائمی باشه بنده را برمی انگیزاند به این که بیا تاعت رو حتما انجام بده و معاصی رو ترک کنه و این یه امر ضروری عقل به این حکم میکنه دیگه شک نداریم ما و یدا کان کداله کان لطفا و هر چیزی که ما را از معصیت دور میکنه به طاعت نزدیک میکنه التاف الهی است که خدا ترکش نمیکنه و لطف واجب اما ما مر قبلا هم گفتیم چون این امری که لطف باشه واجبه از ثانی ان المدح و دائمان دلیل دوم اینه که مدح هم یه امر دائمیه خب پس اقا هم باید دائمی باشه از لا وقت الا یحسن و, و مدح المتی چون اگه یه نفر کار خوبی انجام داد نمیشه بگیم آه, تا یک هفته بگید آفرین 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 بعد دیگه نباید بگید نه میگیم کار خوب برای همیشه خوبه و معده داره و زم عاصی به این که چی از لم یرتر من هون ندمون علا ما فعل عاصی هم که گناه کرده و معصیت کرده و آدم ها رو کشته بعدم پشیمون نشده خب این نمیشه بگیم تا یک هفته بعد ولی بعد از یک هفته خوب نه دیگه مگر اینکه توبه کنه پشیمان بشه که بحث دیگه ایه تا زمانی که ازش ندامت و پشیمانی و توبه ظاهر نشده باشه و هما معلول الطاعه و المعصیه این مدح دائمی معلول طاعت و معصیتن تن فیجب و کون و طاعت و فی حکم دائمتن پس اون طاعت و معصیه هم باید اینا در حکم دائمی باشند فیجب و دوام و ثواب الاغاب. پس همونجور که خودشون دائمی حساب میشوند در حکم دائمی و درست تمام شده اما چون مدح و ثواب دائمی اینا در حکم دائمی هن. پس دوام ثواب عقاب هم باید باشه لان دوام احد المعلولان یستلزم دوام المعلول الاخر چون وقتی قرار شد مثلا آتش دو تا معلول داره یک نور یک حرارت اگه قرار بود نورش همیشگی باشه خب حرارتش هم باید همیشگی باشه دوام یکی از دو تا معلول مستلزم دوام معلول دیگری هم هست ولی ان لأ العلت تکون دائمتا او فی حکم دائمه علت که فعل طاعت بود دائمی بود یا در حکم دائمی بود پس ثوابش هم باید همینجوری باشه الثالث دلیل سوم ان ثواب لو کان منقطعا لحصل لصاحبه العلم به انقطاعه اگه قراب و ثواب یه روزی تمام شدنی باشد برای صاحب ثواب و اهل بهشت همچنین ناراحتی و آلام حاصل میشه که ای بابا یه روزی هم این نعمت ها دیگه تمام میشه و از ما میگیرن ولو کان العقاب منقطعا لحصل صاحب سرور و اگر عقاب هم یک امر منقطعی باشه اهل گناه هم میگن خیلی خوشحالیم آخرش تموم میشه به انقطاعی که حاصل میشه و ذالک یوناف ثواب و العقاب در حالی که ثواب و عقاب باید جدی باشه علم در اون و خوشحالی در این نباید باشه لان ما خالصان عن الشوائب چون دیگه باید چه ضد ثواب و عقاب درشون نهفته نباشه هازا ما فهمناه من کلام المصنف رحمه الله میفرمان ما از کلام مرحوم مصنف اینو فهمیدیم حالا ایشون همین رو می‌خواستن بگن یا چیز دیگه نمیدونیم و قول لحصول نقیزه ای هما این که گفته اگه قرار باشه که ثواب و عقاب دائمی نباشه نقیزش حاصل می شود یعنی نقیز ثواب که همون علم باشه و نقیز عقاب که همون سرور باشه لولا ای لولت دوام اگر دوام نباشه قال و یجب خلوص هما و الا لکان الثواب و انقص حالا من العوض و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائیم اجمعین الى یوم الدین اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.